سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال 88 Cars. امروز یه آودی هاشبک داریم که مدل A1 35، بعد میریم با هم یه ریویو داشته باشیم، بعدش هم یه مدار توی جاده رانندگی میکنیم که سوارش رو ببینیم، هم اطلاعات بیرونیش اکستریو هم داخلش رو کامل بهتون میدم. امیدوارم که لذت ببرید. قیمت پایه این مدل هم بلوش 55,000 یورو هستش که قیمت بیسشه. جلوتر آپشناش رو بهتون میگم که شما برای هر بخشی که بخواییم باید یه آپشن اضافی بهش یعنی پرداخت کنید، حتی توی چرخا، نوع پکیج بیرونش، آینه بغل، حتی سیستمای داخلش که مثلا نویگیتور داشته باشه نداشته باشه، همه اینا رو میره توی قیمتش. سعی میکنم تمام قیمت ها رو جدا بهتون بدم بعد که یه مقایسه داشته باشین که زمانی می‌خواید این مدل رو بخرین دقیقاً اطلاع داشته باشین که چه آپشنایی رو میتونه. در مورد رنگ بندیش هم رنگ‌های بیس داره، بعد رنگ‌های متالیک داره، بعد میاد یه لول موتخ فکر کنم ولوش 1200 یورو شما باید مبلغ بیشتری پرداخت کنین که اگه مثلا رنگ سفارشی بخواید داشته باشین. حالا سعی می‌کنم ترکیب رنگ‌هاش هم بالا بهتون نشون بدم که این مدل شما می‌تونید مثلا با چه رنگ بندی های مختلفی رو تهیه کنید. در مورد رینگولاستیکش هم تو این مدل 17 اینچ بیسشه که شما میتونید 18 اینچ هم انتخاب کنید که برای هر ورژنش هلوش 4 تا مدل های مختلف داره که میتونید انتخاب کنید. برای قسمت اسپورت تره شما 1700 یورو باید بیشتر پرداخت کنید که رینگ اسپورت پیاده بشه، و حتی برای قسمتی که تایراش هم حالا بحث تابستونی و تایر زمستونیش هم هستش که اونجا میتونید شما با این پکیجتون سفارش بدید. یه آپشن دیگه که داره این چراغای جلوشن که حالت LED باشه یا حالت بیسیک، اونم تایپ مختلفش رو بهتون نشون میدم که باید یه قیمت. الان این قسمتش اینی که مدلی که ما داریم حالت LEDش هست، بعد که میتونید آپشنال هست میتونید انتخاب کنید. خب الان هم نمای عقبش هستیم که اینجوری میبینین قسمت کامرا نداره، کامرای عقب نداره برای پارکینگ که این آپشنال هست میتونید اضافه کنید. بعد حالا پارک سنسورش هستش و حتی این دیفوزورا عقبش هم اینا کلا آپشنال هست میتونید تغییر بدین. و یه نکته ای که تو قسمت جلو گفتم، چراغای LED عقبش هم دو تا مدل معمولی داره، بیسیک داره و یه مدل هم هستش که همین مدلی که LED میبینید و این سبکی هست که میتونید اینا همش آپشناله، شما میتونید تو مدلتون اضافه کنیم. همونطور هم گفته بودم مدل A1 و 35 TFSI. این عدد 35 هم اینا مدل های مختلف داره، اینا نوعهای بحال موتوری که داخلش استفاده شده، بعد حجم موتور و خیلی قسمت های دیگه شالا این تغییر میکنه که سعی میکنم اینا رو جلوتر بهتون توضیح بدم. با هم بریم فضای عقب صندوق عقبش هم نگاه کنیم که صندوق عقبش اتومات نیست، دستیه که یه شاسی اینجا داره باید باز بشه. بعد توی عقب فعلا اولین چیزی هست این توریای هست که میتونین استفاده کنین، اینجا گیره داره که اگه باری چیزی دارین میتونه توی حرکت براتون کاملا فیکسش کنه که باری که میذارین زیر به حال حرکت نداشته باشه. بعد زیر اینجا که با هم میتونیم ببینیم، من اینا رو در بیارم سر جاش. بعد این قسمت هم اگه با هم ببینیم، حالا کمک های اولیه، بعد سیستم آچار هست شرکه بخوام برای تعویض لاستیک و یه سری مسائل دیگه هست حالا که اینجا میتونید ازش استفاده کنید. بعد اینا هم کاملا جدا میشه و صندلی ها برمیگرده عقب، حالا سعی میکنم بهتون نشون بدم. خب بریم با هم صندلی عقبشو بخوابونیم که
فضای پشتم ببینیم که چطور میشه. اینی که حالا در میاد بعد از داخل هم شاسی داره که راحت صندلی ها خوابیده میشه. این بر که یه فضای خیلی خوبی که نمیدونم اگه حالا یه اعصاب کشی کوچیک داشته باشین کلا میتونید وسایلتون رو داخل بذارین که برای این ماشین هاشبک فضای فوق العاده خوبیه. با هم بریم فضای عقب سرنشین عقب هم با هم نگاه کنیم که برای این ماشین هاشبک حتی کنند یه ذره صندلی یه ذره که بیشتر صندلی رو دادم عقب، ولی با این حال دیگه فعلا هیچ فاصله ای نیستش که حالا آدم راحت باشه. ولی خب میگم ماشین هاشبکی هست، حالا خیلی نمیشه ازش توقع خیلی زیادی داشت، ولی با این حال به نظر من اوکی هستش. خب یه اولی موردی که سوار میشیم که بحث تنظیم به حال فرمون هستش که حالا میتونی بره خیلی نزدیکتر یا عقب یا نمیده پایتر، ولی خب محدودیت داره دیگه. ولی حالا برای من این اندازه مناسبه که اینجا یه شاسی داره میکشیم پایین و این تنظیم رو انجام میدیم. خب توی مانیتور جلو هم که یه سری اطلاعاتی که نوشته برای بنزین، سرعت و اینا، یه سری آپشن های دیگه هم هستش که میتونی تغییر بدی. قسمت ویو داره که اینجا به حال اطلاعات موتور رو بهتون میده که حالا با اون بنزین چقدر میتونه بره. حالا سیستم الان برای من روی پارک هستش و مقدار کیلومتری هم که با این بنزین من میتونم برم تمام اطلاعات نوشته و اینجا میشه یه سری اطلاعات دیگه هم که لازم باشه، مثلا حالا برای بحث مصرف زمانی که میخوای سیستم سرمایشیش روشن کنی چقدر انرژی مصرف داره. اینجا هم که درایوینگ اسیستنش هست که حالا معمولا الان تمام خودروها دارن این آپشن ها که زمانی که و حال فرمون کج میشه بین دوتا لاین نزدیک لاین میشی خودش برمیگردونه تو رو به همون قسمت. و هم اینجا حالا یه سری اطلاعات رو براتون نوشته که میتونی اینجا استفاده کنید و که بهتون کمک میکنید که حالا یه مدت توی رانندگی بهتر و دکمه ویو هم که دوباره فشار بدین دوباره برمیگرد حالت قبلی. اینجا هم هست که زمانی میخواییم یه سری به حال اطلاعاتی رو بگین، مثلا سوال کنین یا حالا مثل حالت جامعه که ببینید میتونین سوال کنین حالا در مورد حالا آدرس ماشین یا مثلا هوا یا چیزهای دیگه که اینجا به طور کمک داره با مال اسیستنس میتونین اینجا استفاده کنین. و این هم که حالا دکمه برای تنظیم موزیک رو عوض کردن و دیگه حالا خیلی دیگه به حال فعلا اینجا اطلاعات خاصی نداره، ولی میگم توی آپشن‌های بالاترش میتونین اینجا کلاً یه سری اطلاعات بیشتر اضافه کنید. خب توی تنظیمات ماشین هم حالا یه سری رادیو و مدیا اینا معمولاً دارن، حالا میتونید با اپ گوشی هم. بعد اینجا می‌میسه تنظیمات میخواد بر اساس به حال سلاح خودت، حالا بحث لایت چراغش هست، ولی برای من حالا اینجا درایو اسیستنس چه مقدار مهمتر است که تمام اینا رو میتونید وارنینگ بعد سرعت اختار رو اینا رو میتونی اکتیف کنی. بعد آداپت کنترل کروز کنترل کروز اسیستنت هستش. بعد دیستنس وارنینگ حالا با ماشین فاصله با ماشین جلویی و اینه که گفته بودم که بین دو تا لاین بمونه. و ولی این ساید اسیستنس برای من خیلی آپشن خوبیه چون که توی آینه بغل اگه حالا شیر بدم پایین کاملا دیده بشه اینجا یه سری علامت داره که الان که بکنم میتونید ببینید که زمانی که میخواین سبقت بگیرین یا ماشین بغل باشه اونجا میتونه بهتون خیلی کمک کنه و اخطار میده. یه مقدارم در مورد داخلش با هم ببینیم که معمول خب اتومات هستش و
یه حالت مود مختلف داره، درایو داره و حالت اسپورت داره که الان با هم حالت اسپورتش رو با هم چک میکنیم. الان مثلا الان اینجا داخل پارکه، بعد میای عقب، الان تو قسمت درایو یکه، یه بار دیگه عقب تر بیایی میریم توی مود اسش. حالا از این قسمت اینجا نگاه کنیم، اینجا الان مود اس رو میبینیم که فعال است. حالا میتونیم با هم هم یه دونه شتاب بگیریم و که ببینیم چطوره. اینجا میتونیم که مدار هندلینگش هم با هم چک کنیم. این هم آودی واقعا یکی از چیزهای فوق‌العاده‌اش اینه که فرمون سیستم هندلینگش هم میاد در پیچ. مثلا من خیلی سعی میکنم دورهای مختلف بزن. اما ما ماشین فعلا که خیلی روی فرمون یه حالا چیزهای مختلف کلا اینجا میتونیم فوق‌العاده فرمون فوق‌العاده ایره برای توماس عالی. خب بریم حالا یک دوری بزنیم با این آودی. خب قسمت داخلش الان پکیج اسلینیه هستش که نوع متریالی که استفاده شده متفاوته. بعد بخوایم از فرمونش شروع کنم، این که چندین خود همین فرمون هم چندین ورژن مختلف داره که اینجا دستگیره‌ها یا دکمه‌هایی که داره که برای به هر حال مودای مختلف کاملا متفاوت هستش. و حالا من سعی می‌کنم توی قسمت بالای ویدیوم انواع اقسام فقط آپشن‌هایی که برای فرمونش، یعنی واقعا یه تعداد خیلی زیادی آپشن داره برای فرمونش که شما می‌تونید بر اساس نیازی که دارین می‌تونید توی اونجا ازش استفاده کنید. بعد اینکه این فقط دارم در مورد آپشن فرمونش، ولی من تجربه رانندگی که حالا دو تا مدل دیگه آودی داشتم، فرمونش کاملا خوش دسته و یه نرمی خیلی خاصی داره، یعنی واقعا خیلی لذت بخشه. بعد ولی خب میگم با مدل‌های دیگه، برندهای دیگه هم رانندگی کردم، خیلی خوش‌تر بود. تنها موردی که واقعا من خیلی ازش خوشم میاد اینه که واقعا فرموناش خیلی خوش دسته. بعد قسمت های داخلش هم که میتونیم حالا یه مانیتور اینجا داره که برای سیستم های کنترلی میتونیم استفاده کنیم ازش، برای حالات تماس و حتی برای موزیک و حالات مختلف. بعد این حالا اطلاعات کلی فعلا در مورد اینتریرش، حالا بعدا در مورد جزئیاتش هم باهاتون صحبت می‌کنم. خب بریم یه سواری توی جاده هم داشته باشیم بعد اینکه تست‌های مختلف انجام دادیم. و توی جاده هم حالا میگم الان من گوشی من میتونی نشون بدی، حالا این آپشنی که این مدلی که الان هستش نویگیشن نداره، یعنی واقعا خیلی سخت میشه تو رانندگی، حتما باید گوشی تو بذاری اینجا یا بس کنی تو اینجا، که حالا به نظر من خیلی چیز جالبی نیست برای این مدل. ولی خب میگم برای ماشینی که سواری خانواده برای سفر کردن به نظر من یکی از بهترین گزینه‌ها هستش و میگم مصرف سوخت فوق‌العاده‌ای داره، سواری خیلی نرمی داره. حالا ما میگم هر دوتامون چک کردیم، واقعا حرفی گفتن نداره، یعنی واقعا میتونی رانندگی خوب باهاش تجربه کنی.